ویژه برنامه هارتاک در اتاق بحث انجمن اتحادیه‌های کمبریج تهیه می‌شود. مکانی در خور یک فیلمساز برنده جایزه اسکار که فیلم‌هایش همیشه به بحث‌های داغ و جنجالی دامن زده است. الیور استون به تازگی قسمت دوم فیلم وال استریت را ساخته. همان فیلمی که تکیه کلام طمع خوب است را به ما داده است. فیلم‌های او همیشه پر از خشم نسبت به سیاست خارجی، ارزش‌ها و سیاست آمریکا هستند. خشم هنوز سر جای خود است. اما آیا مخاطبان هنوز به پیام این فیلم‌ها گوش می‌دهند؟ الیور استون به هارتاک خوش آمدید. ممنون استیفن. شما حدود 4 دهه در کار فیلمسازی بودید. ترکیب کردن سرگرمی با خشمی که در بعضی از فیلم‌های شما می‌بینیم و عزمی که برای حرف زدن درباره جامعه و طرز کار اون داری چقدر آسونه؟ یه نکته اساسیه. حل کردن این معما در هر فیلمی، مخصوصا در اتاق تدوین، کار خیلی سختیه. آدم نمیخواد نتیجه گیری نادرست بکنه یا حوصله مخاطب رو سر ببره. مخاطبا مخصوصا در آمریکا ذهنیت خیلی سیاسی یا تاریخی ندارن. بنابراین باید نکته رو ساده و روشن گفت و تمومش کرد. میتونی به من بگی که اولویت چیه؟ کدوم مهمتره؟ انتقال پیام یا سرگرم کردن مخاطب؟ من دراماتیست هستم، اما مردم در متن همه کارام هستن و روی اونا تمرکز میکنم. زمینه داستانم برام مسئول کننده است و پژوهش‌های زیادی انجام میدم تا زمینه تاریخی داستان رو روشن کنم. حالا موضوع میخواد مربوط به ویتنام باشه یا سوء قصد به جان اف کندی یا وال استریت. سینما درباره آدم هاست. همیشه هم همینطور بوده. فیلم یعنی نمای نزدیک، یعنی چشما. مردم برای دیدن فیلم مستند به سینما نمیرن. البته من فیلم مستند هم میسازم. 5 تا ساختم و دارم روی 6 و 7 کار میکنم. مستند رو دوست دارم، اما این یک فرم کاملا متفاوته. بعدا درباره مستندها حرف میزنیم، اما از وال استریت نام بردیم. میخوام به طور خاص با وال استریت شروع کنم. علت این که درباره سرگرمی صحبت میکنم اینه که برام جالبه که تو با وال استریت مشکل داشتی، اما حالا قسمت دومش رو ساخته ای. فیلم خیلی سرگرم کننده ای بود، اما مردم پیامی را که تو سعی داشتی بفرستی نگرفتند. این یکی هم همینطوره. من برای اولین نمایش بین‌المللی این فیلم در کن بودم و باز هم اتفاق افتاد. گفتن سطحی و پیش پا افتاده است. رد کردنش خیلی ساده است، اما روی این فیلم خیلی کار شده. کنارم گذاشتن این کوه اطلاعات کار زیادی میبره. مثلا 3 صحنه از هیئت مدیره خزانه فدرال رو نشون میده. هیچ کس تا حالا در اونجا فیلم برداری نکرده. البته ما چیزای خیلی پیچیده رو ساده کردیم. انتقال اعتبارات و اینجور چیزا رو. سعی کردیم این چیزها رو توضیح بدیم بدون اینکه بیننده رو خسته کنیم، اما باز هم عکس‌العمل این بود که سطحی و پیش پا افتاده است. اما اونا نمیدونن، همیشه فکر میکنن که باهوش‌تر از اینا هستن. فیلم اولی بد نبود، ولی نقدا خوب نبودن. تو گیشه فیلم درآمد خوبی داشت، بعد از مدتی معروف شد. اما یکی از جالبترین نکات درباره فیلم اول این بود که البته من هنوز فیلم دومی رو ندیدم، چون هنوز در بریتانیا روی پرده نیامده. مردمی که از سینما بیرون میومدن گوردون گیکو رو تحسین میکردن، همان شخصیت اصلی سرمایه گذار بزرگ و همان مردی که آن جمله طمع خوب است را به زبان آورد. مایکل داگلاس که این نقش را بازی کرد جمله معروفی داره. او گفته اگر هر کس که مرا در این نقش تحسین میکرد $1 به او میداد، او میتونست بستونز رو نجات بده. نه، من چند نفر رو دیدم که بعضیشون میلیاردها دلار داشتن. کاش اجازه داشتم اسمشون رو بیارم. اما این به اون معنی نیست که تو در ساختن این فیلم اشتباه کردی، چون مردم با پیامی از سینما بیرون اومدن که تو نمیخواستی به اونها برسونی. این پیام که سرمایه گذار بودن در نیویورک کار خوبیه و خیلی کیف داره. خب جذاب و پرتمطراق، پول اقوا میکنه و جاذبه داره. در این بحثی نیست. فرهنگ تجارت جا افتاده و عکس بازرگانای بزرگ رو روی جلد مجلات چاپ میکنن و 24 ساعته اخبار اقتصادی داریم. اما هر کس با عقل سلیم میتونه بفهمه که گکو یک فرد خبیث و ضد قهرمانه. چالشین قهرمان بود. این موضوع حاوی نکاتی درباره افول ارزش هاست در سال 1987.
ریگان و تاچر در حدود سال 1980 میلادی به قدرت رسیدن و بازار آزاد رو ترویج کردن. فرهنگ پول در آوردن جذاب و اخلاقی شد در حالی که واقعا اخلاقی نبود. اما اونا این کار کردن و افول بین المللی ارزش ها به خاطر دستیابی به ثروت شروع شد و در نتیجه بیشتر مردم دنیا رنج بردند. اما اگر این رو در سال 1987 گفتی و نتیجه گرفتی که سرمایه‌داری کازینویی ایراد داره، ساختن این قسمت دوم چه فایده‌ای داشت؟ همون حرف رو دوباره زدی. اولین دلیلش این بود که پدرم بازرگان بود. اون کارگزار بورس بود. هیچ وقت پول زیادی در نیاورد، اما تمام عمر کار کرد. من اونو تحسین می‌کردم. همیشه می‌خواست من یک فیلم خوب درباره کسب و کار بسازم. حالا من بودم مخالف اوضاع و فیلمساز بسیار موفقی که از سرمایه‌اش استفاده کرد تا فیلمی مخالف فیلم‌های رایج بسازه. ژانر موجود رو شکوندم و فیلم موفق شد. فکر نمی‌کردم که این کار ادامه پیدا کنه. فکر نمی‌کردم که به قول آلن گرینسپن جامعه داره خودش رو اصلاح می‌کنه. نه نمی‌کرد. گکو دیگه نمی‌تونست در وال استریت جدید وجود داشته باشه. او حالا باید تجارتی میلیارد دلاری شروع می‌کرد. میلیارد دلار یعنی 1,000,000,000 دلار. این اصلاً در فکر من و خیلی‌ها نمی‌گنجه. علت این که من به فکر فیلم تازم افتادم این بود که بعد از سقوط بازار بورس در سال 2008 وقتی به وال استریت رفتم و با مردم صحبت کردم فهمیدم که بانک ها دیگه بانک نیستن، سرمایه گذارن. چون سرمایه گذارها اونقدر پول در میارن که بانک ها حریص شدن و بانکدارها با خودشون گفتن این بابا سالی 40,000,000 دلار در میاره در حالی که من فقط 2 تا 3 میلیون دلار در میارم چون قوانینی برای فعالیت من حاکمه. اونها خودشون اونقدر تغییر دادن که من دیگه اونها رو نمیشناسم. این یکی از موضوعات اساسی فیلمه. جالبه که از پدرت یاد کرد. او زمینه تجاری داشت. دارم فکر میکنم که شاید در برخی از تحلیل‌هایی که در فیلم‌هات داری، مثلا در فیلم‌هایی که درباره رؤسای جمهوری مثل کندی، نیکسون و جورج بوش ساختی، با گذشته و به خصوص با روابط اونها با پدرشون بازی کرد. اگر کسی همین کار را درباره خودت بکنه، فیلمی که درباره‌ات ساخته میشه به طور کلی بازتاب روابط خانوادگی و به خصوص رابطه‌ات با پدرت خواهد بود. استیفن، تو یهو سوال سختی مطرح کردی. می‌خوای که خودم روانکاوی کنم. تو همین کار را با خیلی از آدم‌ها می‌کنی و حالا من می‌خوام این کار را با خودت بله. بکنم. بله، اما فکر نمی‌کنم این منصفانه باشه. من برای اعتراف اینجا نیومدم. این کار را در مقاطعی از زندگیم به شکل سالمی در حضور روانکاوا کردم و اون چیزی که باید آموختم. فکر می‌کنم روانکاوی برای افراد مفیده، به خصوص برای نویسنده ها و کسایی که به مفهوم خودشون و توسعه و رشد نفس علاقه دارن. به علاوه من رابطه قوی با مادرم دارم و چنین رابطه‌ای رو در سال 2004 در فیلم اسکندر و در رابطه او با اولمپیوس نشون دادم. این رابطه کلیدیه و بیش از هر فیلم دیگه‌ای به زندگی خودم نزدیکه. رابطه نیکسون با مادرش بکلی با رابطه‌ای که در فیلم اسکندر می‌بینیم فرق داره. از این نظر فیلم دبلیو بیش از هر چیز درباره رابطه پدر و فرزندیه. بیل کلینتون وقتی منو دید از من حمایت کرد و گفت که حق با منه. بوش پسر با آغاز جنگ در عراق احساس می‌کرد که داره کار پدرش رو کامل می‌کنه و نشون میده که از پدرش قوی‌تره. بوش همیشه میگفت که ریگان قوی بود اما بوش پدر ضعیف بود. اما جالبه که تو به قدر کافی اعتماد به نفس داشتی که فیلمی را با این مقدمات درباره جورج دبلیو بوش بسازی و ریاست جمهوری و اعمال او رو تا حدی نتیجه نوع پرورش و روابط خانوادگی او تلقی کنی. اما این موضوع خیلی حساسیه. آره درسته. تو درباره خودت گفتی که این موضوع خیلی حساسه. اما این آدم ها هنوز زنده اند. هیچ وقت شده که فکر کنی آیا حق داری اینقدر زندگی اونها عمیق بشی؟ اگر جورج بوش فکر میکرد که حق داره نامزد ریاست جمهوری شه و خودشو به کشور تحمیل کنه، ما هم حق داریم هر طور که بخوایم شخصیت رو تحلیل کنیم. ما باید رهبرامونو بشناسیم. حالا میدونیم که نیکسون مشکلات روانی داشت. اگر مردم بدونن که کاندیداها تا چه حد مشکلات روانی دارن، ممکنه موقع رأی دادنش رو تجدید نظر کنن. در مورد آقای بوش ما این بهای عظیم و کابوس مانند و پرداخت. درسته که او چهره شناخته شده است، اما اینها چهره های هم عصر ما
هستند. فکر نمی‌کنی که وظیفه داریم اونچه درباره اینها میگیم درست باشه و حقیقت رو بیان کنیم؟ من به عنوان هنرمند چنین مسئولیتی ندارم. سعی می‌کنم واقعیت رو بیان کنم. ولی وظیفه حرفه‌ایت ایجاب می‌کنه که حقیقت رو بیان کنم. من باید تحقیق کنم و برای خودم مسئولیتی قائلم. من در استخدام BBC یا ABC نیستم. کمیسیون فدرال ارتباطات هم به من مجوز کار نداده. من کارم رو به خاطر دلیلی که برای خودم دارم انجام میدم و سعی میکنم و تحقیق میکنم و میخونم. هر کاری از دستم بر بیاد انجام میدم، اما جاهایی هست که باید به زندگی خصوصی نیکسون یا بوش وارد شم و اون وقت مثل همه باید از درک خودم استفاده کنم. آره، ولی سوال اینه که دراماتیست ها این کار رو میکنن. شکسپیر هم در شاهلیر همین کار رو کرد. نکته منصفانه ایه، او حتما همین کار رو کرد. اما سوال اینه که داستانگو باید تا حد امکان راستگو هم باشه یا نه؟ فکر میکنم واژه مسئولیت لفظ درستیه. راستگویی مربوط به حقیقت و حقیقت هدف بسیار مشکلیه. وقتی به فیلم های تو نگاه میکنیم و من الان دارم به فیلم JFK فکر میکنم، فیلم بسیار گیرا و پیچیده ایه و شخصیت تو جیم گریسون که داستان نیورلنزه، وظیفش اینه که کشف کنه چه اتفاق افتاده. این چیزیه که هیچ وقت درباره قتل کندی گفته نشده. ماجرای گیراییه، اما خیلی ها فکر میکنن که اونچه در فیلم میبینیم نسبت کمی با حقیقت داره. آیا این مهمه؟ نه، فکر میکنم این افراد اشتباه میکنن و فکر میکنم که تشکیلات رسمی سابقه کار جیم گریسون رو نفی و خراب کرده. مطلبی که درباره مرگش نوشته شد منفی بود. میتونم تمام جزئیات داستان رو بیان کنم. او خیلی تلاش کرد تا نکته کوچیکی رو که دیده بود ثابت کنه. دیده بود که لیسوالد به نیورلان اومده. او عده‌ای رو میشناخت. به طور خلاصه برای کسایی که فیلم رو ندیدن میگم، جیم گریسون به این نتیجه رسیده بود و فیلم تو هم همین رو القا میکنه که از طرف تشکیلات یه توطئه بزرگ برای قتل کندی تدارک دیده شده بود. من نگفتم بزرگ، گفتم توطئه‌ای در کار بود و اینکه بیش از یک نفر در قتل کندی دخیل بودن. من تا امروزم به این معتقدم چون خیلی دربارش تحقیق کردم. این فقط روایت جیم گریسون نبود. یادتون باشه که فیلم پیچیده بود. شخصیت دیگری به نام ایکس هم بود که بر مبنای فلچر پرادی کار شده بود. او یه آدم دولتی، یکی از افسرهای اصلی پنتاگون بود. فیلم درباره جیم گریسون در نیورلانه. اما در دیلی پلازا چه اتفاقی افتاده؟ ما این رو از حرفای فلچر میفهمیم. این همون کسیه که نقشش رو دانلد ساترلند بازی میکنه. داستان اسوالد هم هست که گریسون به اون نزدیک نمیشه و ما اون رو از تحقیق درباره اسوالد میفهمیم. بعد این داستانا با هم ترکیب میشن. پس تو به مردم چی میگی؟ ماجرایی هست که من خوندم. جیم تنها شاهد نیست. من با بیش از 50 نفرم صحبت کردم که حتی جیم گریسون رو نمیشناختن. آره، میدونم انجام دادی. میدونم که تو خیلی تحقیق کردی، اما دیگران هم خیلی تحقیق کردن، اما به نتایج کاملا متفاوتی رسیدن. یکی از اونها اسمش وینسنت بولیوسی است و کتابی نوشته. او به نوعی گمشده های تاریخی رو بازیابی کرده و در سال 2007 درباره قتل جان کندی کتابی منتشر کرده. اون نظر متفاوتی داره و درباره فیلم تو میگه که تا موقعی که این حقه افشا نشده، اعتقاد به توطئه واقعیتی بدون چالش باقی خواهد ماند و ایمان مردم آمریکا به نهادهای مدنیشان ضعیف‌تر خواهد شد. مگه این قبلا اتفاق نیفتاده؟ دروغ‌های جورج بوش درباره عراق و جنگ‌های اول و دوم علیه عراق و دروغ‌هایی که درباره ویتنام گفته شده و دروغ‌هایی که بعد از جنگ جهانی دوم درباره توطئه کمونیستا گفته شده و من با اونها بزرگ شدم. دولت آمریکا همیشه به مردم آمریکا دروغ گفته. شرم‌آور که میگن این استثناست. بولیوسی و مورخان دیگر از یک سابقه تاریخی دفاع نمی‌کنند. اونها فقط به شواهد نگاه میکنند. اما در عمر من چقدر دروغ و لاپوشونی توسط دولت انجام شده؟ چرا تردید کردن درباره صحت اونچه اونها درباره قتل کندی میگن انقدر مشکله؟ سرسختی و تردید در باورهای عمومی شاخصه فیلم‌های توست. پس چطوره که وقتی فیلم هایی درباره رهبرانی که آشکارا تحسینشون میکنی میسازی؟ رهبرانی مثل فیدل کاسترو و هوگو چاوز، این شاخص رو کنار میگذاری؟
نه، من برگشتم و مستند دومی درباره فیدل ساختم به نام در جستجوی فیدل. من سخت‌ترین پرسش‌هایی رو که هیچ روزنامه‌نگاری از اون نپرسیده بود مطرح کردم. این یه مستند عالیه. من تو اون فیلم از اون درباره نقض حقوق بشر پرسیدم. آیا فیدل از دستم عصبانی شد؟ مایک والاس با دیدگاه خصمانه با اون مصاحبه کرد و چیزی هم گیرش نیومد. باربارا والترز مصاحبه دوستانه کرد و او هم مسئله خصمانه بودن نیست. من همیشه با این و اون مصاحبه میکنم. مسئله بر سر خصومت نیست. حرف بر سر دقیق و چالشگر بودنه. وقتی تو رو با چاوز میبینم، تو با او گفتگوی طولانی داری. اما از او سوالات چالشی نمیکنی. این همه گزارش درباره نقض حقوق بشر توسط او وجود داره. بازم نمیخوام حرفای بودار بزنم، اما درباره سابقه حقوق بشری باید کم کم پیش بریم. او سابقه حقوق بشری خوبی داره و طارق علی و مارک وایز متن این مستند را همراه من نوشتن. مارک در مرکز پژوهش‌های سیاسی اقتصادی آمریکای مرکزی کار میکنه و بیشتر از هر کسی که میشناسم درباره این منطقه میدونه و میدونه چاوز چه کار کرده. بنابراین وقتی این دو فیلم رو استثناءهای برقاعده میدونی، باید بدونی که هیچ کس بی‌نقص نیست و این دو مرد هم کارهای زیادی برای این منطقه کردن. وقتی با چاوز هستی و مثل من گزارشگران بدون مرز و کمیته حمایت از روزنامه نگاران را میخونی و میبینی که از 191 حمله به خبرنگاران در سال 2009 مینویسند و از قتل دو روزنامه نگار حرف میزنند و مخبر ویژه سازمان ملل از عدم استقلال نظام قضایی حرف میزنه. اصلا نمیخوام در گواتمالا روزنامه نگار باشم. روزنامه نگارا در ونزوئلا، خلاصه کنم، 80% رسانه های ونزوئلا خصوصی و متعلق به افراد ثروتمنده. از نظر تاریخی رسانه ها در ونزوئلا یک نیروی سیاسی به شمار میان، خیلی بیشتر از آمریکا. چاوز به فقر شدید پایان داده و بهداشت و آموزش پرورش رو به ارمغان آورده، تغییر زیادی ایجاد کرده و منابع کشور از جمله نفت رو به مردم کشورش داده. البته تو در فیلم هات، مخصوصا وقتی که از سیاست آمریکا صحبت میکنی، از سیاه و سفید دیدن مردم و یا خوب دیدن همه مردم خودداری میکنی. این رو برای اینکه از بوش خوشم نیومده میگی. وقتی فیلم بوش رو میساختم نمیتونستم کسی بیشتر از بوش رو سرزنش کنم. برمیگردم به اطلاعات اساسی که توسط مؤسسه اقدام برای آموزش و پرورش و حقوق بشر در ونزوئلا ارائه شد. اونها میگن که 205 نفر بر اثر اقدامات نیروهای امنیتی در ونزوئلا در سالهای 2008 و 2009 کشته شدند. باید اینو چک کنم. اولین باریه که چنین چیزی رو میشنوم. دلم میخواد به سراغ مارک برم که کارشناس همین موضوعه، ولی من نیستم. اما در کولومبیا چند نفر شبه نظامی و چند نفر از رهبرای اتحادیه کارگری کشتن و بر تن جنازه هاشون یونیفرم پوشوندن تا اونها رو چریک جلوه بدن. اینجور موارد در کشورهای همسایه یعنی کولومبیا و گواتمالا زیاده. در نیکاراگوا هم همینطور. آمریکا به نیکاراگوا میره و صدها تن از اهالی رو ترور میکنه و اقتصاد رو به نابودی میکشه. السالوادور هم همینطور. یکی از دلایلی که من فعال شدم این بود که از ویتنام اومده بودم و میخواستم همه چیز رو فراموش کنم. در سال 1980 وقتی که ریگان به قدرت رسید، به السالوادور و هندوراس و نیکاراگوا رفتم. دیدم که ما داریم اونها رو مسلح میکنیم و با حکومت‌های قانونی مثل ساندینیستای نیکاراگوا میجنگیم. اما اینطورها هم سیاه‌سفید نیست که آمریکا همیشه بد باشه و رهبرای آمریکای لاتین که در مقابل آمریکا میستن همیشه خوب باشن. آمریکا خیلی با آمریکای لاتین کمک نکرده. ما به اونا پول دادیم، اما در عین حال اونها رو به فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل کردیم. این عزم تو برای بازنگری در تاریخ آمریکا رو تو کجا میخوای پیش ببری؟ آره، پیش میبرم. این پروژه تاریخ سری آمریکا رو برای کانال شو تایم در آمریکا میسازی و برای رسانه‌های آزاد خارج از آمریکا. تو خودت اخیراً گفتی که در تاریخ نمیشه مردم رو با عناوینی مثل خوب یا بد قضاوت کرد. گفتی که مثلا هیتلر بهانه آسونیه که به نحوی مبتذل ازش استفاده کرد. گفتی که میخوای در تاریخ قرن بیستم خودت رو جای هیتلر و استالین بگذاری. معنی این حرفات چیه؟ از تحقیقات که کردی خوشم میاد. کارت عالیه. این دوتا از حساس‌ترین نقل قولایی که از من شده. نمیدونم منظور چیه که میگی هیتلر یک بهونه ساده است و آدم‌ها صرفاً خوب یا بد نیستن. تغییرش نده. بذار جور دیگه‌ای بگیم. میخوام بگم که در تاریخ سال‌های اخیر آمریکا که هیچ کس یادش نرفته، همیشه باید یه رابطه علت و معلولی باشه. هیتلر
بدون شک یک هیولا بود. فرانکشتاین هم بود، اما حتما یک دکتر فرانکشتاین هم هست. نمیتونه به خودی خود پدید بیاد. حتما. اما یا هیتلر بچه خوبی هم داشت؟ نه، اون دیوونه بود. اگه کتاب نبرد من رو بخونید، میبینید که اون دنبال فضای حیاتی بود. هیتلر بیشتر از اینکه یهودیا و کولی‌ها رو بکشه، روس‌ها و اسلاف‌ها رو کشت. 20 تا 25 میلیون روس رو کشت. اما حتی یک اولیورستون جنجالی هم قرار نیست یه تاریخ قرن 20 بسازه که اینطور القا کنه که ما هیتلر رو بد فهمیدیم. اما یک ماجرای بزرگتر از هولوکاست مطرحه. یک هولوکاست بزرگ دیگه در حال وقوعه. در ضمن هیتلر از کجا اومد؟ از جنگ جهانی اول. این جنگ و انقلاب روسیه مادران این قرن هستند. باید این دو پدیده رو بررسی کنیم تا خواستگاه هیتلر رو بفهمیم. استالین هم همینطور. در پایان این مصاحبه میخوام به جایی برگردیم که از اون شروع کردیم. فکر میکنی در آمریکا، یعنی در همون جایی که آدمها خرج فیلمها و مستندات رو تامین میکنن، آیا ملت آمریکا حاضر بازم به حرف اولیور استون گوش کنه؟ این سوال بزرگیه. من فقط میتونم سعیم رو بکنم. آدم با تمام قوا فیلم میسازه و سعی میکنه اون رو هیجان انگیز از کار در بیاره. فکر میکنم وال استریت فیلم مهیجیه. آدم هیجان میخوان. برای چیز یاد گرفتن به سینما نمیرن. وقتی فیلم مستند میسازم اونا رو به چالش میکشم. دارم یاد میگیرم و میخوام پیش از مرگم یه فیلم حسابی بسازم. چون که از خودمحوری آمریکایی خسته شدم و حالم به هم میخوره. سالهاست که اینو در فیلم‌ها و مستندام دیدم. فیلم جوخه تن ها فریاد کوچیکی علیه این وضع فریاد میزد که بیدار شید. در ویتنام این اتفاقا افتاد و ما داشتیم با خودمون میجنگیدیم و این کشور رو نابود کردیم. آیا به نوعی دیگه کشور خودت رو عمیقا دوست نداری؟ به نوعی بله، حتما. فکر میکنم سیاست خارجی ما و سیاست داخلیمون بعد از جنگ جهانی دوم پر از خطا بوده. انگار که پیش از جنگ آمریکا کشور دیگه ای بود و چون ما بمب اتمی داشتیم و تنها قدرت اقتصادی و نظامی دنیا بودیم تغییر کردیم و این اون چیزیه که ما در این مستند تاریخ آمریکا میگیم. و اوباما، ظهور باراک اوباما این رو تغییر نداده؟ من خیلی امیدوارم. کندی محصول امپریالیسم اقتصادی بود، اما تغییر کرد و این موضوعیه که من در فیلم جف کندی مطرح کردم. اون موقع به این حرف خندیدیم، اما خیلی ها گفتن کندی سعی میکرد از ویتنام خارج شد و با کوبا معامله کنه. داشت با نیکیتا خروشچف به تنش زدایی میرسید. موقعیت جالبی بود، مثل وضعیت گورباچوف و ریگان. وقتی فیلم من در اومد این موضوع تکذیب کردن، اما حالا دوباره دربارش حرف میزنن. حالا هم همینطوره. آمریکا باید با گذشتهش روبرو شه، یه گذشته طولانی. اگه ما به خاطر نیاریم محکومیم که با ستمگری زمان حال مواجه شیم. اون وقت همیشه به 11 سپتامبر اتفاقات آنی عکس‌العمل نشون خواهیم داد و همیشه به دور خودمون خواهیم چرخید و اشتباهات بزرگ مرتکب خواهیم شد و منابعمون رو صرف جنگ در افغانستان و عراق خواهیم کرد، جنگایی که وجودشون لازم نیست. اولیور استون، از حضورت در هارد تاک خیلی متشکرم. ممنون. Thank you very much.